ازش پرسیدم تا حالا به ازدواج فکر نکردی؟ میدونی چی گفت؟ گفت تا قبل از اینکه بیام پیش شما نه بهش فکر نکردم. میدونی یعنی چی؟ ایشالله بابا، حالا چه عجله ای داری تو؟ ایشالله اونم داماد میکنی. خب یعنی اینکه الان داره بهش فکر میکنه. من همسر تو جوجه انقلابیو خیلی خوب میشناسم. شما فکر میکنی علامه در این همه چی مالتونه، ولی هر کاری از اون بر نمیاد. چرا اتفاقا؟ گند زدن به مملکت که از دستون بر اومده. تو فکر میکنی من نفهمیدم اون دختره چی گفتی؟ هیچی، من اصلا دلیل این همه ناراحتی شما رو نمیفهمم. خیلی مسخره است. تو علنی داری به من تهمت ساواکی بودن میزنی، بعد بگی نمیفهمم. ساواکی؟ چه حرفیه میزنی؟ چرا دیگه، این روزا کار همسال تو شده همین. یه برچسبی میچسبونم به کسی که میخوان از میدون به درش کنن و خلاص، ولی کور خوندی. میدون؟ متوجه نمیشم ما میخواییم شما رو از کدوم میدون به در کنیم. گوش کن رفیق، بذار حرف آخر اول بهت بزنم. اون کسی که اون سواکی رو به این راحتی انداخته بیرون، خیلی راحت تر از این حرفا میتونه نوک همسال تو رو قیچی کنه. خیالت تخت. میخوام ببینم در قبال فرار بیجا من باید چیکار کنم برای تو. کار سختی نیست، به قد و قوارت میخوره. مردم اگر دارن مبارزه میکنن میدونن چی میخوان و برای رسیدن به حقشون دارن مبارزه میکنن. این از اسمش خوش بود. اتفاقا مشکل همینجاست. من فکر میکنم مردم نمیدونن چی میخوان. کیمیا دختر فهمیده ایه، خیلی بیشتر از دخترای همسن و سال خودش میفهمه. باهوشه، زرنگ، خوشخطه. واقعیتش به تمام ویژگیاش زبون درازش هم اضافه کنیم. فقط یه چیزی رو فراموش نکن، اونجایی که من بزرگ شدم یه چیز دیگه هم یاد گرفتم. مثلا اینکه بخوام هر چیزی رو به دست بیارم با چنگ و دندون پاش وای میستم. الانم تصمیم دارم پیش مادرم بمونم و این کارخونه رو اداره کنم. فردا میری ملاقات بیژن. خب بیا. این چیه؟ وسیله فرار بیژن از زندان. اون جوونی که سوار موتوره میبینیش؟ این اینجا چیکار میکنه؟ پس میشناسیش؟ رفیق پسر همسایه‌مونه، همیشه هم تو محل پلاسه. چطور مگه؟ کارش داری؟ چی شده مگه؟ دوزه، میخواست کیف همون بزنه. دوزه؟ آره. سلام، شب بخیر. سلام آقا. سلام آقا دوستا. خوبی؟ باید فکر باشیم دیگر. سلام آقا. سلام آقا. این وقت شب بیمو چی کار میکنم؟ میامدم دیگر الان. اتفاق افتاده؟ آره. چی شده؟ این دوست آقا پیمان بود فرشید. بیمارستان بستری شده. بیمارستان واسه چی؟ مثل اینکه زدن سرش و دنده منده‌هاش رو شکستن، لتو پارش کردن بیچاره رو. کی زده؟ کجا زدن؟ هنوز کسی چیز دقیقی نمیدونه، ولی میگن مثل اینکه کار ساواکی‌ها بوده. ساواکی‌ها؟ خیلی خوب، اگه فردا خبر جدیدی شد من در جریان بذار. یه تو دیر وقته. چی شده همین؟ آقا جون، سلام آقا جون. حاج آقا صداقت گفت بیاد مسجد، کارتون داره. بعد گفت راستی حتما ماشینم بیارید. باش خدا باشه تو برو. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. باش بده. همین حاجی نگفت چی کار داره؟ نه فقط گفت خیلی زودتر بیاد. باش برو باشه تو برو.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام 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 آقا. چی شده؟ پسر آقا سلاله و رفیقش. همون سربازه؟ خب چی شده؟ فرمانده دستور مستقیم تیراندازی به طرف مردم رو میده. بچه‌ها تمرد میکنن. خب فرمانده عصبانی میشه. کلتو میذاره رو سر رفیقش میگه مردم رو بزن. حامدم که این جریانو میبینه با تیر میزنه فرمانده رو میکشه. بعدم هر دو تا فراری میشن. یا برفرض. آقا نکونام. جرمشون خیلی سنگینه. هم فرمانده رو کشتن، هم با تفنگاشون فرار کردن. خدا به خیر کنه. خب الان کجا؟ تو انباریم. خب نمیشه که اینطوری، نه ما بزنیم گیر بیافتن و یه جوری فراریشون بدیم. تفنگاشون کجاست؟ پیش رحمان قایمشون کرده. برو پیمان، برو ببین چه جوری. آقا تفنگاشون چی کار کردن؟ کجوری؟ نه هم. اجازه بده دوستم. اگه بفرمایید چه شورا نشین ما. سلام. سلام آقا پیمان. پاشین. پاشین باید ببرمتون یه جایی هم. بلنشین. چوید میگم گوش کن، اون تنها سند آزادیته. دایی مطمئنی؟ شو قصد آخر من میام ماریا نشد دارم محل شما برو سلام سیدگی بخوا من هستم برید کنه بگم برید کنه آخر تزدیبش انجام بدید من برمید سلام بگم سلام جواب هستم مچکرم اینجا اون چشه خودش داد خوب نیست تو زندان که چیزایی خورده ظاهرا میخواسته بلا مدای سر خودش بیاد آره حالش چی خاصا خوب نیست ما تلاش اونو میکنیم ولی ممکنه زنده نمونه پرستار پرونده پزشکیش آوردی بفهمی خیلی هست آقا جون برو عجت کن برو آقا جون بفهمی صبح صبح پارسا سلام بابا سلام اینجا چیکار میکنی؟ تو مرخصی نگرفته بودی؟ چرا؟ اومده بودم وسایلم ببرم خب پس چرا اینجا نشستی؟ خب دیگه آدم با دیدن این صحنه فکر کنم حالش گرفته میشه دیگه خبرها رو شنیدی؟ چیا؟ مردم چند کلانتری حمله کردن خب تو هم زود جمع جور کن برو اینجا نمون چند؟ با هم کاری نداری؟ نه خیلی ممنون از مرخصیت خوب استفاده کن ششم. ببخشید حال اینجا هم چطوره؟ چیزی نیست داریم اونه خطر رفت شد نه
الو سلام مهری. هیچی، دنبال کارهای مرخصی من. کیوان خونه هست؟ گوشی رو بده بهش. حالش چطور آقای دکتر؟ دوتا از دنده‌هاش آسیب دیده اما شکستگی نداره. چه اتفاقی براش افتاده؟ عاقبت موتور سواری. جوون جاهل ندونم کاره، میشه همین دیگه. با این اوضاع اگر منم حرفتون رو باور کنم پلیس باور نمیکنه. آقای دکتر، آقای دکتر ببخشید من یه صحبت کوتاه می‌کنم. ببخشید لطفا. ببخشید. معذرت می‌خوام، حق با شماست. این توی درگیری این بلا رو سر خودش آورده. فقط الان اگه پلیس بیاد، ساواک بیاد، ما نمیدونیم چی باید بگیم، چی کار باید بکنیم. امکانش از شما یک کمکی به ما بکنید؟ تا قبل از اومدن پلیس ترخیصش رو می‌نویسن. تو هم سری لباساشو تنش کن، از اینجا جمع شید. خدا عمرتون بده. ممنون، جبران میکنه. بلند شو فرشید، بلند شو. خدا لعنت نکنه، معلومه چی کار میکنی؟ اصلا حت افتاده دست یارو. اینا برسن بفهمن میدونی چه بلایی سرمو میارن. بلند شو. هیچ کار نمیکنم. دفعه من پشت زد، دفعه باید میکشم. آروم آروم میکشیش. شانس بیاریم الان نرسه. برسه گردنت هم که سالمه خورد میکنه. پاشو پاشو، عجله کن. بودو شلوارت رو بزن. اینجا درد بکنه. این حرف نزن، بلند شو. سالمه دیدیش؟ خیالت راحت شد؟ این گام اول. آخه چی دادی به این بدبخ بخوره؟ دکتره میگفت نزدیک بوده بمیره. حالا که نمرده. مرده؟ من کارمو بلدم. اگه اینقدر وضعش خراب نمیشد که نمیاوردنش اینجا که. اون پسر فرشید چی؟ چه بلایی سر اون آوردی؟ یه خورده بهش گوشمالی دادم. میدونی الان کجاست؟ تو بیمارستان، حالش هم خیلی خرابه. با این میخواست منو بکشه. تو بودی چی کار میکردی؟ ناز و نوازشش میکردی؟ شکر خدا که جای تو نیستم. آره جای شکرم داره. کی حاضره جای ساواکی مفلوک باشه که دوست و دشمن دنبالشن؟ هیچکی. کاش این پسر 4 سال پیش منو پیدا کرده بود. همون موقع میزد منو میکشت. نه حالا که میخوام از منجلا بیام بیرون، برم اون سر دنیا با زن و بچه هم زندگی کنم. حالا اومده سراغ من. خب با این اوصافی که میگی چرا اینجا اومدی سراغ من؟ برای اینکه تو با ندونم کارید زدی جای منو لو دادی. حالا واسه یکی دو روز دیگه من باید برم یه سگدونی دیگه پیدا بکنم. این وسط تکلیف بیژن چی میشه؟ حالش که خوب شد، سر پا که تونست بشه، خودم میرم سراغش سعی و سالم تحویلت میدم. نمیدونم این کاری رو که دارم انجام میدم درسته یا نه. چیه؟ نکنه باز رفتی همه چیزو واسه زنه تعریف کردی، اونم رأی تو زده؟ نه بابا، اون خودش از این حال زار و نزار من فهمیده قضیه چیه. نگران نباش، یکی دو روز که بری سفر هم تو خیالت راحت میشه، اعصابت آروم میشه، هم زن و بچه‌ت دلتنگت میشه. دلت خوشا این هیرو ویدیو با این همه گرفتاری پاشم برم سفر؟ نکنه قول و قرارمون یاد رفته. حالا دیگه نوبت توی که شروع کنی. نگران نباش، میری جایی که بهش تعلق خاطر داری. مثلا کجا؟ خرمشهر. امری دیگه نداری بودم؟ نه متشکرم. تو مطمئنی که چیزی نمیخوری؟
آره شهرام جون، تو منو برچی آوردی اینجا ولی هنوز نگفتی که قراره برای چی کار کنم. چرا دیگه، گفتم قراره بری خرمشهر. خب بعدش یه ماشین تحویلت میدم، میری اونجا تحویلش میدی و خیلی زود برمیگردی پیش خانوادت. حتما نباید در مورد این قضیه هم چیزی بپرسم. آره چرا، هر سالی دوست داشته باشی میتونی بپرسیم. خب چرا اون ماشین رو باید ببرم خرمشهر؟ چون تمام دار و ندارم تو اون ماشینه، مدارک، اسناد، تمام پولم، تمام خاطراتی که با خانوادم داشتم با زنم. حالا چرا خرمشهر؟ کسی که ماشین رو از تو تحویل میگیره قرار من ببره کویت، از اونجا میرم انگلیس پیش زن بچم. چرا خودت نمیبری؟ اینجور که خیلی بهتره. چون هنوز یه جو عقل و کلم هست مرد حسابی. مگه اوضاع منو نمیبینی؟ بهرام مثل گاوه پیش رو سفیدم که همه دنبالشم، هم تمام شهر دنبال من. تو این همه دوست و رفیق و آشنا داری، چرا من باید این کارو بکنم؟ این دیگه از اون سوالا بود فرخ، چون تو تنها دوست من هستی که بهش اعتماد دارم. اونایی که تو اسمش رو میزنی دوست و رفیق دنبال فرصت میگردن تا عقده‌های شخصی خودشون رو خالی کنن، الان هم در به در دنبال منن. ببین فرخ، این کار برای من حیاتیه، در این حال خیلی هم ساده است. امشب از خانوادت خداحافظی میکنیم، بهشون میگی که داری میری خرمشهر دو سه روز، داری میری پی اسناد و مدارک و سوابقت برای استعفا. فردا ماشین رو تحویلت میدم، پس فرداش تو خرمشهر یه نفر بیاد ماشین رو ازت تحویل میگیره، در ازاش زنگ میزنی به بیژن، اون موقع دیگه باید پیش فروغ باشه. بهشون تأکید میکنی که یه چند روز خودشون گم و گور کنن، قطعا مامورای امنیتی دنبالشون میان. هنوز هم میل نداره غذا بخوریم؟ چی؟ غذا نمیخوریم؟ آه نشه. درد نکنه، خسته نباشی. شما خسته نباشی. آی 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 خوب شد نه؟ خیلی خوب شد، تازه برای مهمونی فردا شبمون جامونم باز شد. مهمونی؟ میخوام کیمیا و خانوادهشو دعوت کنم. میگم قضیه شوخی شوخی جدی شده ها، مثلا میگی میخوام کیمیا و خانوادهشو دعوت کنم، نمیگی مثلا مهری خانوم و بچه‌هاش. اصلا قضیه جدی هست. هنوز که فعلا جواب ندادن. خب این مهمونی برای همینه دیگه. میگم مگه یه موقع جواب رد بدن چی؟ چه دلیلی داره این کار بکنه؟ چه میدونم، مثلا بگه میخوام ادامه تحصیل بدم مثلا، یا مثلا الان قصد ازدواج ندارم. به قول خودت هر کاری یه راهی داره، ما صحبت‌های اولیه رو میکنیم بعد درسشو میخونه. نمیدونم، فقط چیزی که از دوست ندارم جواب رد بشنوم. این چه حرفیه؟ میدونین انکار نمی کنم، بالاخره من از کیمیا بعدم نیومده، یه جور لجبازی و همچین خیره سری داره که یکم شبیه منه. فقط نگرانم به خاطر افکار بچه‌گونه و افکار سیاسی که داره یه موقع بهم نبگه.
من قبول دارم کیمیا تحت تاثیر دوستاشه، به خصوص اون پسر همسایه، ولی بعید میدونم افکار عجیبی داشته باشه، اونم مثل بقیه مردم. نمیدونم تو چرا انقدر باهاش بحث میکنی. من باهاش بحث نمیکنم، من فقط دوست ندارم الکی همرنگ جماعت شم. خب تو اصلا باهاش وارد بحث سیاسی نشو، راجع به آینده و زندگیتون حرف بزنین دیگه. اومدی؟ بله. سلام. سلام. ببین بهتر نشد اینجا؟ بهتر؟ مگه نظر من مهمه؟ خب معلومه، اگه بعده میتونیم برگردونیم همه رو سر جاش. خیلی خوب، خالیه، مبارکتون باشه. خب من آرش یه ساعت اینجا داریم کار میکنم. خسته نباشین. من میرم کارخونه. کجا؟ دارم میرم کارخونه، کار دارم. تو چرا به منوشر سلام نکردی؟ چه سلامی دارم میکنم؟ سرشو انداخته رفته تو اتاق. صاحب کن ببینم، مگه نگفتی دیروز تو کارخونه خبری نبوده، همه چی خوب بوده؟ درست خبری نبوده، همه چی خوب بوده. داشتم میوه میشستم براش بیارم. میبردی برای آقاش، جانتون تقویت بشن. خب اگه ناراحت شدی یه مبل و تلویزیون رو برمیگردونم سر جاش. من به خاطر چند تا مبل و تلویزیون ناراحت نیستم، به خاطر چیزایی ناراحت و نگرانم که تو مغزش داره میگذره، چیزایی که خطرناکه. منظورت چیه؟ منظورم چیه؟ یعنی تو تا به حال متوجه هیچی نشدی؟ اونم هیچی بهت نگفته؟ نه، من ازش پرسیدم کارخونه چه خبر، گفت همه چی رو به راه خوبه. مهتاب، حتی به خاطر اینکه یه حسادت بچگانه داشته باشه احتمال نمیده که دلش بخواد بین من روی خورد شکراب بشه به هم بریزه؟ این حرفا چیه میزنی؟ حرفا چیه میزنم؟ گوش بده به من. یک، اون پسر مشفقه. خب. دو، مشفق هم به خون من تشنه است، هم به خون تو تشنه است. سه، نتیجه، یعنی اونا کاری نمی کنن که زندگی من تو به هم بریزه، آرامشون گرفته بشه. من میخوام بدونم چی بهت گفته که اینجوری به هم ریختی؟ میخواستی چی بگه؟ مثلا تهدیدم کرد، هنوز نیمده میخواد واسهش وسیله ببریم، دفتر درست بکنیم، میز، تشکیلات. آقا میخواد نیمده چند تا سرکارگر اخراج بکنه. میدونی یعنی چی؟ یعنی خط تولید کارخونه تیکه تیکه تعطیل کردن. یعنی چی؟ آروم باش منوچهر، آرش بچه است، ولی من میخوام تو یه کاری بکنی که بمونه اینجا. ببین، تو دوستش داری، قربون صدقش برو، ازش پذیرایی بکن، صبح تا شب بر دلش بشین، هیچ اشکالی نداره. فقط ازت خواهش میکنم بگو اون کارخونه رو ول کنه. خب من اینو چجوری بهش بگم؟ تو باید یه کاری بکنی که اون اینجا بمونه، هر چی که دلبستگیشو بیشتر میکنه، چه میدونم اینجا کارخونه هر چیزی. اصلا میخوای من اون باغو میفروشم، هر چی دارم از دست میدم، ولی دلم نمیخواد دیگه آرشو از دست بدم. تازه براش یه فکرایی هم دارم، میخوام براش سن بگیرم. به 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 به، آها مبارکه، عوضی یکی صد تا زن بگیر، منم واسه زن میگیرم. خب فقط بهش بگو تو رو خدا هر کاری که میکنه به پرپای من نپیچه. تو هم هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی من مجبور به انتخاب نکن. انتخاب؟ انتخاب چیه؟ انتخاب بین تو و آرش. من هر جفتتون رو دوست دارم، دور شدن از هر جفتتونم برام خیلی سخته، ولی دوست دارم ما ستا با هم زندگی کنیم. Thank you.
میشناسمش. سلام آبجی، خسته نباشی. سلام فرخ، چه عجب یادت افتاد که یه خواهری هم داری. سلام. سلام. دیگه روزگار دیگه، خودت میدونی، گرفتاری، زن، بچه، کار، زندگی. ببینم عید شده، داری خونه تکونی میکنی؟ برای من عیده دیگه، آدم هر وقت دلش خوش باشه براش عیده. ایشالله که دلت همیشه خوش باشه. فرشارم گفتم فردا بیان ببرم بشورن، یه دست مبل خوشگلم خریدم. هرش کن آبجی، فکر نمیکنم دیگه وقت داشته باشی. چطور مگه؟ آخه آقا بیژنه دست گلت داره میاد. خب منم به خاطر که بیژنم داره میاد میخوام خونم این دسته گل بشه. ولش کن، خودتو بی خودی به زحمت میندازی. اصلا شاید. شاید چی؟ خب میخوام خونه رو تمیز کنم که بچه‌م میاد خونم تمیز باشه. اصلا شاید لازم باشه از اینجا بریم. بریم؟ کجا بریم؟ بالاخره گفتم بیژن اینم حبس کشیده، زندان رفته، کلی بدبختی کشیده، بهتر بیاد بره یه سفری، یه بادی به کلش بخوره. بیژن چند سال تو خونش نبوده، الان بیاد تو خونش بیشتر احساس آرامش میکنه. اگه خودش دلش نخواست بیاد چی؟ منظورت چیه؟ خانم دست درد نکنید، چای لیوان آبی. ممنون. باشه، چشم. فروخ بیژن ایشالله فرد بس فردا آزاد میشه. پس رفتی دیدیش داداش؟ آره، ماشالله حالش خوب بود. گو باید خودتا آماده کنی یه مدتی برین سفر. معنی حرفاتو نمیفهمم، بیژن چیزی بهت گفته؟ آره آبجی، پیغون داد وسایل سفر رو جمع کنی، باید برین یه جای دور، یه جایی که هیچ کس نشناستتون. اینو خودش بهت گفته؟ من که از خودم چیزی نمیگم خواهر من، حتما اون یه چیزایی میدونه. بیژن هم که میشناسی، اوضاع مملکت هم که میبینی چجوریه. باید یه جوری برین، یه جایی برین که مدتی آبو از آسیگاه بیفته، بعد ببینیم چی میشه. آقا تموم شد؟ آره آمان خالی شد. بله بله. بسارا جون اجازه بده بده مرخصه شد. بده مرخصه شد. نگه نگه آره من انجام میدم، فرضی داشتم اگر اجازه بدیم من فردا صبح برم یه سرگوشی آب بدم یه همسایه مشکوکه مون، ببینم داستانش چیه. خیلی خوبه، دست دستگی نکن. باشه، خیالتو بعد آجانم بگم. بله اینجا چی کار میکنی شما؟ اومدم کمک. آقا شون کمک شما اینه دم در باسی حواست کسیشون باشه. آره برو آقا برو. سلام سلام، بیا بینه مردی که تو چه عجب بیداری. کجا بودی من؟ یه سری رفتم خونه فروخ. چه خبر؟ خونهشو چنان آب و رنگی زدی که باید بیای ببینی جونم بابا. به زاغ بچهش دیگه، میمیرم براش. تازه بهش نگفتم بیژن کجاست و بالا رو. مگه بیژن کجاست؟ بچه ها کجا؟ میگم بیژن کجاست، میپرسه بچه ها کجا؟ بیژن کجاست؟ بیژن کجاست؟ برو بیا خیلیم آب قرصاتو بخور. کجاست بیمان؟ بیرونه. اگه بیاد یه تشکر ازش بکنم بهم جا داده. باش، میخوای اینجایی هم که حسی از دست بدی؟ سوال من هم همینه، اون که میخواد سر به تن من نباشه چجوری گذاشته بیام اینجا؟ خب من باش حرف زدم دلش برسوخت، گفتم این یارو ساواکیه همه جا در به در دنباله تا یه جوری دخلتو بیاره، جایی هم نداری بری بمونی. بس ترحم کرد. دقیقا در ساعت تشکر ازش بکن. چشم، به بابکم گفتم بیاد اینجا پیشت بمونه، خودم مرتب میام بهت سر میزنم. بهشم اجازه دادم اگه یه موقع دلت خواست بری بیرون حق داره بزنه قلم پاتو خورد کنه. ممنون از محبتت به ایمان. خواهش میکنم، تا رو آتو یادت نره. خداحافظ. ایمان؟ بله. تنها میمونه؟ نه، به بابک گفتم شب بیاد پیشش بمونه. وقتی میومدین کسی ندیدتون؟ والا تا اونجایی که من میدونم نه، با
نه انشالله که کسی نیده. خدا لعنتشون کنه چه بلایی سرش آوردن. آره حالا آبه ما من به بابام بگم که با آقا فرشید این کار رو کرد، یعنی گفتین سوال کنم از بابام چی بگم. بریم بریم تو راه بهتون میگم. بیا بریم بریم. یه سفر دو سه روزه است. خب بعدش؟ بعدش هم که اومدم جمع میکنیم انشالله دست جمعی میریم خرمشهر. چرا الان نریم؟ مدرسه ها که تعطیله دیگه، کار اینجا نداره. الان نمیشه مری، اصرار نکن. چرا نمیشه؟ فقط یه چیزی داری از من پنهان میکنی. برای بار هزارم میگم مهری، تو که الان میدونی من درگیر قضیه بیژنم. به بیژن چه؟ بیژن که داره آزاد میشه مگه نمیگی دیگه زندان نیست، منتقلش کردم بیمارستان. بیژن این وسط چیکار است؟ مری یه چیزی میگم، تو رو خدا فقط بین خودمون باشه. بیژن دیگه قرار نیست برگرده زندان. خب قرار از همون بیمارستان فراریش بدم. فراریش؟ بله بله. برای چی؟ چون ممکنه به اسم آزادی مثل خیلی از جوانهای دیگه ببرم سر به نیستش کنم. میگه میشه چه جوری؟ ای بای کسی چی خبر نداری؟ این حکومت از خدا بی خبر جوان ها رو به اسم آزادی میبره سر به نیست میکنه، میرسه تو دریاچه نمک، هیچ ردی هم از خودش به جا نمیذاره که گزک دست کسی نده. کی میخواد فراریش بده؟ از اولم که گفتم که خب پای شهرام وسط، شهرام داره کمک میکنه. شهرام این وسط دلسوزه کیه؟ شهرام دلسوزه کسی نیست، اون داره یه کاری برای من انجام میده، منم ما به ازش باید برایش یه کاری انجام بدم. زیر دنش همین راحتی. خوب نقطه ضعفاتو پیدا کرده، میخواد تا خرخره مدیونش بشی. مهری این حرفا کدومه؟ تو رو خدا دو سه روز دیگه به من اعتماد کن. میبینی که من از نظام اومدم بیرون، دیگه هم بر نمیگردم. اینه که باور داری؟ پس این مسئله بیشم تمام بشه، من خیالم راحت بشه، از سفر که برگردم جمع میکنیم دست جمع میریم خرمشهر. خوبه؟ هر قراری باش گذاشتی پاشو برو با هم بزن. خب همجوری که نمیشه، ما مردیم. میشه. صحبت کردیم. میشه نمیشه بخوای میشه، آخه دست از این سادگی بردار مرد. نمیشه، من یه قراری گذاشتم با تا آخرش. بی خود گذاشتی. کی با یه همچین حیوانی قرار مدار میذاره؟ شهرام شیطانه، شهرام خود شیطانه. شهرام شیطان حیوان هر خری که هست، من قرارم باش به هم نمیزنم. یادت رفته؟ یادت رفته یه ساعت سر پولش معطل شده بود، دزدکی اومد تو خونه ما بس نشست که نکنه تو پولاشو بالا کشیده باشی؟ یه همچین حیوانی دلش واسه برادرزادش میسوزه؟ اصلا اهمیت میده به جون بیژن؟ شهرام فقط نگران منافع خودشه. همین الان بلند میشی هر قرار مداری باش گذاشتی به هم میزنی، همین که بهت گفتم. مهری مهری تو چرا متوجه نیستی؟ من با این آدم قول و قرار گذاشتم، دیگه هم نمیشه کارش کرد. همیشه میخواد حرف خودش باشه. مامانی سلام. صد دفعه نگفتم دیر نیاین، خطرناکه این شبا. صد دفعه نگفتم ببخشید دیر نیامدم. ببخشید، همه یه ببخشید میگن خیلیش رو. چی شده مامان؟ چه ناراحتی؟ بابا کو؟ مامانی همینجاست، بابات همینجاست. گردم بندت چرا اینجور شده؟ چی شده گرمندت ماما؟ عرض شده، قفلش عرض شده. خب خدا الان میبرم میدم بابا درستش کنه. گوستند چی کار کنم؟ بسی کجا میری؟ بالاست. موسیقی
سلام بابا جون. سلام بابا، تا حالا کجا بودی؟ من یه دقیقه پیش نرگس یک کاری داشتم. چرا پشتمون نشستین؟ هوا خیلی سرده. اومدم یکم هوا بخورم. حتما مامان بهت گفته من چند روز میرم سفر. نه نگفت، پس برای همین ناراحت بود. کجا میخواییم برین؟ انشالله خورم شهر. خورم شهر. بابا خواهش میکنم تو این دو سه روز که من نیستم هوای داداش و تو مامان تو خودتو داشته باش. چشم. بابا جون من میخواستم بهتون بگم که خیلی خوشحالم از اینکه همه اهل محل فهمیدن شما دیگه نظام نیستی. از قصد خودم به نکونام گفتم بره تو محل به همه بگه، بلکه همه اهل محل ما رو از خودشون بدونن. همه اهل محل که ما رو از خودشون میدونن، فقط مشکل این رفت آمد یارو دیگه. شهرام کنفر. شهرام دیگه مرا پیداش نمیشه بابا. چرا بابا جون، مگه خبر ندارین چه بلای سر آقا فرشید آورده؟ چرا بابا؟ خوب. چرا؟ فرشید رفته سراغش، اونم پیش دستی کرده، زده لتو پارش کرد. خوب دیگه، حالا آقا فرشید رو شناسایی کرده، همه نگران اینن که نیاد دستگیرش کنه. نه بابا، شهرام حالا دیگه بدبخت‌تر از این حرفا. چرا؟ در ذهن آدمای مثل شهرام خیلی زرنگ‌تر از این حرفا. اون میدونه رژیم رفتنیه، به خاطر همینم فرار کرده. یعنی فرار کرده دیگه نمیاد؟ مطمئن باش این مرا پیداش نمیشه. آره بابا. خب خدا برو به تمام همسایه‌ها و رفیقات هم بگو. باشه، اگه مطمئنی که بریم شام بخوریم. نه تو رو من بعدم میام. بابا جون این گرمن مامانم خراب شده، گفتم قبل سفرتون اگه میشه برش درست کنیم. یادم ببونه. باشه بابا، پس ما منتظرتونیم دیگه. باشه. میگن خدا پشت و پناه اونایی که با هم همدل شدن. اون روزا تصمیم مردم برای تغییر رنگ همبستگی و اتحاد داشت. اراده مردم همه خودخواهی‌ها رو به گذشت و همه منفعت طلبی‌ها رو به فداکاری بدل کرده بود. آدم‌ها نگران همدیگه بودن. انگار همه تبدیل به یک تن واحد شده بودن. ولی شرایط هم داشت روز به روز خطرناک‌تر می‌شد. زندان واسه چی؟ اونا انتقالش میدن زندان، ولی ما از تو فراریش میدیم. این آقای دو سرسه داره شما رو تعقیب میکنه. همه شمال شماست. دخترش رو میخوام عرض بکنم خدمت تو، عضو یکی از این گروه های خرابکار مذهبیه. به من مشکوک شده الان. لجنا رو همه رو یکی یکی باید گرفت کشت. کلی مدارک و عکس توی خونش پیدا کرد. عکس؟ بله. مدارک چی؟ از کی؟ مدارک در مورد خانواده تون. به چه شد اعتماد نکن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. اینو کارم بهم میگه. این آدم فقط به خاطر پدر شما اومده ساکن این خونه شده. اینجا از کجا فهمیدی؟ الان کو عکسا کو گزارش. مسئله اینه که هیچ وقت نمیخواد حقیقت رو بشنوه. واقعیت میدونین چیه؟ اینکه شما داداشم با هم توی خونه بود. مونتا اون دستگیر شد، شما فرار کرد. دلشوره بدی اومد سراغم.